در گذشته رضا داوود نژاد بازیگر خوب کشورم با ما همراه باشید راجع به جزئیات این خبر و حواشیش صحبت میکنیم. سلام دوستان، به کانال خودتون کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. خب از ساعتی پیش خبری توی خبرگزاری‌های مختلف مبنی بر درگذشت رضا داوود نژاد بازیگر قدیمی کشورمون به دلیل نارسایی کبد توی خبرگزاری‌های مختلف منتشر شده. یه تعداد از بازیگرها مثل نعیمه نظام دوستم این خبر رو استوری کردن و یه جورایی تاییدیه دادن، ولی خب توضیحاتی در مورد این قضیه ارائه نکردن. خود خانواده رضا داوود نژاد از جمله پدر، عموش و خواهرش هم نسبت به این ماجرا واکنشی هنوز نشون ندادن و این خبر رو تایید نکردن. حالا مشخص نیستش این شیطنت رسانه‌ایه و دروغ 13 رو توی روز 13 به در منتشر کردن یا نه واقعا متاسفانه برای رضا داوود نژاد اتفاقی افتاده. البته از چند هفته پیش خبرهای مربوط به وخامت حال رضا داوود نژاد توی خبرگزاری منتشر شد که جزئیاتش رو هم توی همین کانال قرار دادم براتون. متاسفانه رضا داوود نژاد از چند هفته پیش به خاطر وخامت حالش کبدش از کار افتاده بود و حتی چند روزی رو هم توی کما بود، ولی حالش به گفته پدرش رو به بهبودی بود و داشت شرایطش بهتر میشد. به گفته یه خانم زهرا داوود نژاد، خواهر رضا داوود نژاد بازیگر سینما و تلویزیون، در گفتگویی که با خبرگزاری ایرنا ساعتی پیش انجام داد در مورد آخرین وضعیت این هنرمند که چند وقتی هستش توی بیمارستان بستریه گفت که رضا بر اثر عوارض ناشی از همون پیوند کبدی که چند سال پیش انجام داده بود متاسفانه چند روز پیش دوباره در بیمارستان بستری شد و توی ساعات اخیر هم متاسفانه حالش رو به وخامت رفته. اون در این مدت تحت چند عمل جراحی قرار گرفته و الان داره دوران نقاهتش رو به سر میبره و امیدواریم که توی روزهای آینده حالش بهتر باشه و رو به بهبودی قرار بگیره. اون گفتش که من در این مدت با اون صحبت کردم. رضا هوشیاری داره و میتونه صحبت بکنه، اما دکتر گفته که باید تحت نظر باشه و این دوران نقاهت رو سپری بکنه. خانم داوود نژاد مطرح کردن که رضا حدوداً یک ماهی رو در بیمارستان مسیح دانشوری تهران بستری بودن و حدوداً 10 روز پیش به بیمارستان نمازی شیراز که مرکز اهدای عضو و پیوند اعضا هستش منتقل شدن که بیمارستان تخصصی تری هست و این انتقال بیمار هم به خواست پزشک معالج و متخصص رضا بوده. این بازیگر در پایان هم گفت پزشکان درباره زمان مرخصی اون تا کنون چیزی به ما نگفتن و گفتن که سیستم بدنی رضا متاسفانه در حال نوسان هستش و امیدوار هستیم که حالش در روزها و ساعات آینده رو به بهبودی قرار بگیره و بتونه مرخص بشه، ولی خب فعلا چیزی مشخص نیست. رضا داوود نژاد حدوداً 3 ماهی هستش که درگیر عفونت‌های خونی شده و توی 1 ماه و نیم اخیر هم مدام توی بیمارستان‌های مختلف بستری بوده. پدر رضا داوود نژاد، علیرضا داوود نژاد، هم با خبرگزاری ایسنا گفتگوی کوتاهی رو کرد و گفت پسرم فعلا باید در بیمارستان تحت مراقبت باشه. زمان مرخص شدن یا بهبودی اون اصلا مشخص نیست. فعلا احتمالاً تا پایان عید نوروز در بیمارستان خواهیم بود و رضا تحت نظر خواهد بود. اما کلن بیماری رضا داوود نژاد از کجا شروع شد و چی شدش که هر چند وقت یه بار متاسفانه ماها مجبور توی بیمارستان تحت نظر باشه؟ رضا داوود نژاد بعد از عمل پیوند کبدی که چند سال پیش انجام داد بارها راهی بیمارستان شده و بارها تحت عمل جراحی قرار گرفته. رضا داوود نژاد متولد 29 اردیبهشت ماه سال 59 هستش. ایشون فرزند علیرضا داوود نژاد نویسنده و کارگردان مشهور هست و در سال 89 هم با غزل بدیعی خواهر مرحوم عسل بدیعی ازدواج کردن. رضا داوود نژاد در عرصه سینما و تلویزیون به فعالیت‌های زیادی مشغول بود، ولی توی سال‌های اخیر به دلیل بیماری و عمل پیوند کبدی که اجباراً انجام دادش یه مقدار از فضای سینما دور بود. رضا داوود نژاد توی دهه 80 خیلی پرکار بود و همه هم اون رو با استایل چاق و توپولی که داشتش میشناختن، ولی توی اوایل دهه 90 کاهش وزن خیلی زیاد و ملموسی که ایشون داشتش همه رو به تعجب برانگیخت. عده‌ای از خبرگزاری ها هم شایعاتی رو مبنی بر اعتیاد شدید اون مطرح کردن، ولی خب
مثل اینکه این قضیه به خاطر رژیم‌های سخت و گروهی و ورزش‌هایی که سنگینی که توی اوایل دهه 90 انجام داده بودش اتفاق افتاده بود که این کاهش وزن یک بار سیستم بدنی رضا داوود نژاد رو به هم ریخت و در نهایت در فروردین ماه سال 91 به دلیل عوارض این کاهش وزن شدید در بیمارستان لاله بستری شدش. اون زمان رضا داوود نژاد 32 ساله بود و به علت نارسایی کبد مجبور شدش که توی بیمارستان تخصصی بستری بشه و دکترها هم گفتن که هر چه سریعتر باید عمل پیوند کبد رو انجام بده. رضا داوود نژاد حدوداً یک ماهی رو توی بیمارستان در بخش ICU بیمارستان لاله بستری بود و منتظر کبد پیوندی بود که شاید از بیمارستان‌های شیراز که مرکز تخصصی پیوند اعضا هستن برسه. در نهایت یه تایم زیادی رو رضا داوود نژاد مجبور بودش که تو بخش ICU بیمارستان تحت نظر باشه. حتی خیلی‌ها خبر به کما رفتن رضا داوود نژاد رو هم مطرح کرده بودن و خیلی از خبرگزاری‌ها حتی اعلام کرده بودن که متأسفانه رضا داوود نژاد از دنیا رفته. ولی خب همون موقع پدر رضا داوود نژاد و همینطور پزشک معالج ایشون مصاحبه‌هایی رو انجام دادن و گفتن که حال رضا زیاد خوب نیست و باید هر چه سریعتر عمل پیوند رو انجام بده، ولی خب سطح هوشیاریش رضایت بخش و اصلا رو به وخامت نرفته. توی همین زمان پرونده شکایتی هم علیه پزشک متخصص لاغری رضا داوود نژاد توی رسانه‌ها مطرح شد، ولی این پزشک گفته بودش که این بیماری رضا داوود نژاد اصلا ربطی به لاغری و رژیم اون نداره. ولی خب چیزی که مشخص بود عمل کوچیکسازی معده رضا داوود نژاد در جهت لاغر شدنش اتفاق افتاده بود که همین قضیه باعث شده بودش که سیستم بدنی اون به هم بریزه. درسته حالا عمل کوچیک کردن دستگاه گوارش موجب این شدش که خورد و خوراک رضا داوود نژاد کمتر بشه و وزنش رو به کاهش قرار بگیره، ولی خب این قضیه باعث شدش که نارسایی کبد در رضا داوود نژاد ایجاد بشه. بیماری رضا داوود نژاد نارسایی حاد کبدی هست که نام اختصاری اون FHF هست که متاسفانه بیماری خطرناکی و علائم خاصی هم نداره و فقط بیمار یه مقدار احساس خستگی و ضعف میکنه و باید سریعتر به دکتر مراجعه بکنه و آزمایشاش رو مرتب انجام بده. در نهایت در همون سال 91 رضا داوود نژاد تحت عمل پیوند کبد قرار گرفت و یه بیمار مرگ مغزی کبدش رو به رضا داوود نژاد اهدا کرد. رضا توی مصاحبه‌ای که بعد از عمل جراحیش انجام داده بود این مرحله پیوند کبد رو پایان مراحل درمانش اعلام کرد، ولی خب اتفاقی که افتاد خلاف اون بود و توی ماه‌ها و سال‌های بعدی بارها رضا داوود نژاد تحت عمل جراحی قرار گرفت. متأسفانه تمام افرادی که پیوند عضو انجام میدن، حالا فارغ از این که سن و سالشون چه مقدار باشه، چند سال بعد از این عمل پیوند عوارض پیوند خودش رو نشون میده و خیلی وقتا حتی اون عضو پیوند شده خودش رو پس میزنه و بیمار مجبوره که یه پیوند مجدد انجام بده. امیدواریم که حال رضا داوود نژاد هم که چند ماهی هستش توی بیمارستان بستری و متاسفانه حالش رو به وخامت هم هست، هرچه سریعتر بهتر بشه. ممنونم که تا پایان همراه ما بودید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون باشه. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید.